بسم الله الرحمن الرحیم. از جان بیننده سلام، وقت همه بخیر، انشاءالله که خوب و صحتمند باشین. بیننده دنیای ورزش هستیم. سروش هستم، دعوت میکنم تا نیم ساعت این برنامه رو دنبال بکنین. امروز در پیوند به آسیب رسیدن به ورزشگاه فوتبال ولایت غزنی صحبت میکنیم. در همین برنامه رئیس فدراسیون فوتبال ولایت غزنی را با خود داشتم، یا عامر فدراسیون فوتبال غزنی را، که در پیوند به اون چه آسیبی که به ورزشگاه رسیده بود صحبت کردن. ما هم قول داده بودیم که حتما از فدراسیون صحبت هایی را میشنویم، که خوشبختانه امروز جناب کارگر صاحب رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در برنامه هستن و بیشتر در پیوند به این موضوع، چون به عنوان رئیس فدراسیون از نزدیک رفتن ورزشگاه را بررسی کردن، میخوایم که بیشتر جزئیات بگیریم که چه اقدامات صورت میگیره، چه کارهایی انجام بشه برای که رفع مشکل شود در ولایت غزنی. محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال ولایت غزنی از طریق خط اسکایپ از کابل با ما هست. آقای کارگر سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام عرض ادب خدمت شما سروش عزیز و خدمت بیننده ها و تماشاگرای عزیز محترم شما. بسیار تشکر. کارگر صاحب، وضعیت ورزشگاه غزنی را حتما از نزدیک مشاهده کردین، چرا که هیئتی که قبلا فرستاده بودین، بعدا شما خودتان با اضافه معاون فنی از نزدیک مشاهده کردین، وضعیت از چه قرار بود ورزشگاه؟ تشکر. واقعا یک وضعیت حالت دلخراش رخ داد که در اوج نه تنها فدراسیون فوتبال، دیگر عرصه های وضعیت خانواده ها و فامیله ها و بعض سکتور های خصوصی هم از او متضرر شدن از این حادثه است، که حادثه علمناکه که آفات سماوی را بگویم هستن. این دیگر دور از عزیزی که اتفاقات که رخ میته میته یا آلات فورس مجور غیر مترقبی که رخ میته، دیگر این طبعا متضرر میسازد که فدراسیون فوتبال ولایت غزنی را نیز متضرر ساخته، که ما با یک هزینه بسیار بزرگ بالاتر از $1 میلیون گل پروژه که از طرف فیفا اوج اعمار شده بودن، واقعا که دین روز رفتیم از نزدیک او را تماشا کردیم و دیدیم دلخراش بود و جای تاسف بود، اما بسیار غمگین شدیم، بسیار زیاد با تاسف بگویم که این حادثه که رخ داده تاثیرات بسیار منفی سر فوتبال از این ولایت خواهد داشت. ما تلاش خود میکنیم و تشکری میکنیم از ولایت غزنی، از شهرولی غزنی و از همکارایی که کارکردهایی را که تقسیم بندی هایی که کردیم در بازسازی از این و در پاکاری از این وظایف بر اونا سپردیم، اونا هم دست به کار شدن. ما هم با فیفا و با نهادهای خارجی در تماس هستیم که به زودترین فرصت بخیر که از طرف انجینیرهایی که ترکی که قبلا کار کردن اونجا حاضر شدن بررسی میکنن، بعدا فیفا تصمیم نهایی خود میگیرن. درست. آقای کارگر، با توجه به اینکه ورزشگاه غزنی چمن مصنوعی داره، اگر به گونه حرفه‌ای پاکسازی نشود قطعا به چمن آسیب خواهد رسید به صورت جدی، با توجه به اینکه حالا فعلا ماسه و جغل و سنگ و همه چیز از طریق سیلاب آمده داخل ورزشگاه شده، میخواین چه کار کنین برای اینکه دوباره چمن ورزشگاه همچنان بمانه، یا که با شاید اگر آسیب برسند تغییراتش خواهد آوردین در چمن مصنوعی؟ دقیقا نکته خوب را اشاره کردی سروش صاحب، که چمن مصنوعی یک چمن استاندارد معیاری است. او چمنی که استاندارد معیاری که از طرف فیفا اوج اعمار شده بود متضرر شده. نگه ای ارتباط میگیره برای کارشناسا و انجینیرهای مسلکی گرینفیلد یا چمن مصنوعی، که اونا نظریات خود ارائه میکنن و فیفا منتظر از این هستن که او هیئتایی که اوجه آمدن ایزام شدن نتایج بررسی از او را ببینن و میبینن که سطح فشار چقدر پایین بره، زیر بناهای از این خراب شده یا نشده. اگر زیر بناهایش خراب شده باشد تا من یک تغییرات کلی در او خواهد آمد. اگر زیر بناهایش خراب نشده باشد، ما میتونیم چمن مصنوعی را که یک چند تخته از او که توسط فشار هوا و آب اوجه بسیار شدید بوده متضرر شده و میتونه دوباره اعمار شود، دوباره از پس سرش شود و گرینولایی که در چمن مصنوعی است و خود شما بهتر میفهمید که توسط فشار هاب همش خارج شده از چمن. نگه اونا نظریات خود انجینیرها ارائه میکنن، اما خوشبختان
میکنه. دیروز بعض قسمتایی را که ما دیدیم انشالله تو از بیس یا تعدوی انشالله کدام تخریب نشده که او باز به مشکل ما مواجه می شدیم و اگر منتظر هستن امروز هم انجینیرهاش سر از او تحقیق داشتن بعض از تحقیقات و ریسرچ را که اونا می کنن راپورتش برای فیفا می تن. فیفا باز تصمیم نهایی خود سر امار بازسازی از او خواهد گرفت. کارگر صاحب، یک چیزی که سوال برانگیز بود برای ما و شاید برای خیلی از بینندگان ما سوال برانگیز باشه، موقعیت خود ورزشگاه است که تعیین شده، چون پروژه قبلا ساخته شده بود، بعدا فیفا پروژه گل را تطبیق کرده. حالا با توجه به همین وضعیت شما در مورد تغییر مکان و یا همین که حداقل راه سیلاب را به یک چاره‌سنجی شده که بتونید دوباره دوچار این مشکل نشیم، فکر کردین یا نه؟ چون از نگاه انجینیری موقعیت درست نداره این ورزشگاه. تشکر سروش صاحب. این حالت غیر متوقعه را هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونست. ما در 30 سال تا حادثه در اوجه رخ نداده بود. کی میفهمید که تالت میشه؟ در خوست و پکتیا و پکتیکا شما کی اینجا پیش بینی کرده میتونست که نه نه منظور ما آقای کارگرس ببخشید دخالت میکنم، منظور ما از موقعیت خود ورزشگاه سرو نکته تانو میارم. این موقعیت ورزشگاه که قبلا از طرف خود ولایت قبلی و همچنان مسئولین یا شوروالی قبلی که اصول پرنسیپای فیفا میسته که زمین یا استادیوم که جایگاهی که اوجه هستن برای فیفا تسلیم میکنن یا تای مراحل میشه، اسناد از او قوالج گرفته میشه، بعد از اون پروژه در اوجه تطبیق میشد. ولایت غزنی هم یکی از ولایات بودن که امید کار تای مراحل کردن، استادیوم جایش تثبیت کردن. از نهاز سوخلجیشی از این که در کدام موقعیت قرار دارن نداره، نه فیفایی رو میفهمید، نه فدراسیون افغانستان میفهمیده و نه تو حادثه شاید هم ولایت ولی قبلی از یاب نمیفهمید که تو حادثه در اینجا رخ میده. این حادثه که رخ داده اما به خاطر پیشگیری بعدی از این که ما چی تدابیری را باید در اوجه بگیریم و ما انجینیرهایی که از طرف شوروالی ولایت غزنی دیروز اوجه تنظیم وظیفه گرفته بودن آمده بودن و نظریات از اونها رو ما گرفتیم که سیلاب که مسیر سیلاب که در این منطقه که سیلاب خیزه است یا دریا هست، دریاچه های خورده هستن، چی تدابیر باید گرفته شد و میتونستن که اگر این حادثه قبل از این که استادیوم در وجه نمی بودم که اگر حادثه رخ داده باشد دیگر وان کدام نظریات خود ایران نمی کردن. حالا که استادیوم در وجه امار شده ما نظریات ما می بودن که یک قسمت را فاصله را اونا تعیین کردن که دیوارهای استنادی که اونا خودشان دارن شوروالی ولایت وعده کرد که ما اون دیوارها را انتقال میتیم، اینی ساحه را و انتقال میتیم در اوجه نصب میکنیم که استادیوم فوتبال زیر پوشش بیاید و که دیگه مشکلات سیلاب های بعدی از او جلوگیری کنه. مسئولیت بازسازی را به فیفا شریک کردین، پاسخ فیفا تا تایید بوده یا که هر روز جزئیات را نکردن برای شما؟ برای فیفا واقعا تو دلخراش بوده، برای فیفا متاثر شدن به خاطر از اینکه و همونطور که فدراسیون افغانستان ما متاثر شدیم. یک خانواده غزنی جزی از خانواده فوتبال افغانستان است و بالاخره فدراسیون فوتبال افغانستان جز از خانواده فیفا هستند. طبعا اونا بسیار زیاد متاثر شدن از حادثه‌ای که رخ داده. اونا وعده کرده که ما برای بازسازی از این باز ما برایشان راپور دادیم که ایجاد همچون میادین در ولایات افغانستان تاثیرات مثبت سر روند پیشرفت و مدیریت خود فوتبال ولایات داشته، خصوصا در ولایت غزنی. گفتیم ما 5 سال پیش در ولایت غزنی همچون تیمایی که در سطح لیگ برتر و سطح ECL و جوانان و نوجوانان نداشتیم. آل ولایت غزنی از تیمایی را داره که تیمای منطقه که ولایت های همجوار خود بسیار براحتی برنده میشن و استعدادهای خوب در سطح تیمای ملی جوانان و نوجوانان و تیمای زیر سن 23 سال دارن. این تاثیرات خود برای فیفا گفتیم که این ولایات را که شما سرمایه گذاری کردین که ما در اوجه مربیایشان و داورایشان کورسای مربیگری برشان گرفتیم، بسیار تاثیرات مثبت سر پیشرفت فوتبال در او ولایت داشته. ولایت غزنی یکی از ولایات ما بوده که تا واقعا که سر از او کار شوه، فوتبال از او زود پیش میره و از فوتبال از او زود رشد میکنن. برای فیفا ما این نکته را اشاره کردیم و فیفا هم توجه خاص را داد
داره که خصوصا ولایاتی که فوتبال خیز هستن و دوجا امکانات خوبه برشان مهیا کرده میتونن و علاقمند هستن و کلاپای خوب راجستر شده دارن. ما کلاپای از او تقریبا بسیار میاری بوده، کلاپای فوتبالشان، فوتسالشان، جوانانشان، بازیایی که تیم جوانانشان آمده در کابل انجام داده بسیار زیاد تیمایشان رسیده بودن. این کل از این تاثیرش سرنمود 5 سال که میدان فوتبال برسان ساخته شده، تاثیر مثبتش اینمی بوده که فوتبالشون رو تغییر داده و فیفا متوجه از این نکته است که ما زودتر و ما مشاره کردیم برش، ما هرچی که زودتر لیگ از یا مسابقات جریان داره و مسابقات زون مادمی زون ایسیل ما در این ولایت میشه دیگه، این نکات ما برای فیفا نکات اساسی و استراتژی های پلان های بعدی که ما در وجه داریم کلش برشان گفتیم. انشالله وام کوشش میکنه بعد از امی برآورد ابتدایی را که مسئولین ترکایی که اوجه هستن او را انجام میتن او را برای فیفا راپور میتن، بازو کار فیفا است. درست. ما زمان کم داریم آقای کارگر، میخوایم دو سوال بپرسم، لطفا کوتاه پاسخ بدین. یکی که چقدر زمان میبرد تا دوباره بازسازی شه این ورزشگاه؟ زمان بازسازی از این، از گفتم که اگر موضوع بیس اساسی از این خراب نشده باشد که انشاءالله نشده، او زمانگیر بوده. اما زمان از این که پاکسازی از طرف شروع شده، پاکسازیش فعلا داخل استادیوم شروع شده، اما زمانی که دوباره سبزی از این بازسازی شوه، گرینول فرش شوه، دوباره یک قسمت هایی که نیاز به شرش کردن داره، یک زمان بسیار کوتاهی را شاید در ظرف دو هفته یا کمتر وقتی که ساحه کاملا بازسازی میشه و یا بودجهش از فیفا تصویب میشه که تو کمپانی ترکی، انشاءالله زمانگیر نمیست. درست. چه با توجه به اینکه خودتان در صحنه حضور پیدا کردین، چقدر هزینه تخمین زده شده برای دوباره بازسازی و همچنان آنچه که آسیب هایی که به این ورزشگاه رسیده، چه پیش بینی کردین، چه تخمین زدین که چقدر هزینه برمیداره؟ این هزینه های از این که قبلا هم که استادیوم هایی که فوتبال که چمن سبز یا گرینفیلد ساختمان و ایمار می شد، این تمام از ایناش از طرف فیفا و مکمپنکینی که قرارداد با فیفا داشتن و از ایناش از طرف از اونا تثبیت می شد. این از اینی آجام که ما چون کار فنی و مسلکی ما نیست که این از اینی از این بفهمیم که چقدر سبزی از این نرخش است، چقدر گرینول از این نرخش است، چی از اینی زیر ساخت دیگه این کار داره دیگه، این ما تثبیت کردن هم می تانیم و انجینیرهای مسلکی که از طرف کمپانی موتورکا که آمدن و اونا بررسی دارن، بعد از بررسی برای فیفا ارائه میکنن، فیفا که امرایشون توافق خواهد کرد. بسیار تشکر آقای کارگر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. انشاءالله که به زودی دوباره پس شاهد دوباره به میدان رفتن بازیکنان در این ورزشگاه باشیم. بسیار تشکر. انشاءالله. تشکر از شما. تشکر. بعد از وقفه برمیگردین در مورد آماده سازی تمرینات تیم 19 سال افغانستان صحبت میکنیم. وقفه. دوباره خوش آمدین. ادامه دنیای ورزش تماشاگر هستین. فعلا هم آنگونه که گفتم در مورد تیم تمرینات آماده سازی تیم زیر 19 سال صحبت میکنه. مهمان ما در استودیو همایون همدرد، مدیر تیم های ملی رده های سنی هست که حضور پیدا کردن و در مورد موضوع بیشتر میپردازیم که آمادگی ها در چه سطحی است، مربی و امکاناتی که در اختیار این تیم هست. آقای همدرد بسیار خوش آمدین. سلام، وقت بخیر. سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا. بسیار تشکر استاد. اولا در مورد آماده سازی یک صحبت بکنیم که تیم از کجا تشکیل شده، تمریناتش چه مدتی میشه که شروع شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما نظر به جندری که هم سال از طرف افسی و از طرف برنامه خود ما آماده میسازیم، برنامه خود قبل از وقت آماده کردیم که طبق جندری افسی مسابقات 19 سال ما که قریب از تاریخ 3 الی 13 آگوست در کشور تاجیکستان برگزار میشه، مسابقه های کفا است البته، یعنی مرکز آسیا، که ما تقریبا دو ماه قبل که در ماه می ما کمپ تمرینی داشتیم از سراسر افغانستان، تقریبا از 18 ولایت افغانستان ما بازیکنایی که در مسابقات ایسل که در قندار برگزار شد و در لیگای محلی خودشان که توسط مسئولین جوانان ما انتخاب شده بود، اونا را ما به کابل دعوت کردیم و کمپ تمرینی ما از تاریخ 16 می الی 20 می
در افغانستان در حدود 70 بازیکن از سراسر افغانستان تقریبا حضور داشتن و ما کمپ ما دایر کردیم. درست. و بعد از 5 روز که ما از اینا کمپ تمرینی داشتیم 30 بازیکن که اما بازیکنان نخبه بود، خب 30 بازیکن نخبه اجر ما به کمپ بعدی تیم ملی نوزده سال دعوت کردیم که کمپ دوم فعلا است. فعلا است بله. درست. کمپ فکرم از دیروز آغاز شده. کمپ ما از تاریخ 12 جولای که روز چهارمی چوه روز سه‌شنبه آغاز گردیده. در اصطلاح هم کمپ است و هم قرنطینه تیم است که امکان داره امروز در جلسه عصر 23 بازیکنی که به مسابقات کفا اعزام میشن اعلان میشن. درست. استعدادهایی که از ولایات آمده بودن انتخاب شدن حالا در این تمرینات هستن از 12 جولای تا حالا یا نه هنوز اضافه نشدن؟ فقط تاریخ 12 جولای تمام بازیکنان تمام ولایت افغانستان در فدراسیون فوتبال جمع شدن و تمریناتشان تحت نظر سرمربیشان که احمدجی عظیمی است آغاز گردیدن. اگر من اشتباه نکنم احمدجی عظیمی در یک از تیم های لیگ برتری هم سابق سرمربی بودن؟ بله قبلا هم سابقه کاری در تیم 19 سال افغانستان داشتن در سال 2019 که در کوالیفایر راوند اف سی مسابقه بایس سرمربیگری به عهده داشتن که در اون مسابقات ما نتیجه خوبی با سرمربیگی آقای عظیمی کسب کردیم. درست. که با تیم های عربستان سعودی ازبکستان و هند هم گروه بودیم که ما با یک اشتباه ریفری ما یک گل از عربستان بازی رو واگذار کردیم برش و 2-0 برای ازبکستان باختیم و 3-0 هند مغلوب کردیم و از دور بعدی مسابقات عصر شدیم. با توجه به همین نتایج شما سرمربی رو دوباره آپدیت کردیم. بله بله درست. در بخش دروازه‌بانی هم باید بگیم که دروازه‌بان سابق تیم ملی آقای امیدالله یوسف‌زاده قرار است که مربی دروازه‌بان ها رو به عهده داشته باشه. بله استاد امیدالله یوسف‌زاده یکی از بازیکنان اسبق تیم ملی ما و یکی از استادان کارکشته رشته کیپینگ که باعث مربی دروازه‌بانان تیم ملی 19 سال است. قرار است تیم ما راهی تاجیکستان شه یا راهی عمان؟ فعلا در پیش از اینکه ما راهی عمان شویم یک مسابقات آمادگی به خاطر آماده سازی تیم ها خصوصا مرکز آسیا در نظر داره که به نام کفا یاد میشه. این مسابقات در امساله فکر میکنم برای هر 4 سال یکی از کشورهای مرکز آسیا میزبانی را به عهده میگیره که فعلا مدت 3 سال است که تاجیکستان این میزبانی را به عهده داره و تاریخ 3 آگوست ما مسابقات ما را در اونجا برگزار خواهد کردیم. بعد از اون با شما بریم طرف عمان. بله. چه امکانات را فدراسیون فوتبال در اختیار بازیکنان ما قرار داده؟ فعلا امکاناتی که فدراسیون فوتبال افغانستان به دست داره که طبعا شما هم آگاه هستین و تمام مردم عزیز افغانستان هم آگاه هستن با امکانات ناچیز خود ما تیم تقریبا 22 روز پیش قرنطینه کردیم در فدراسیون فوتبال افغانستان و از تاریخ 12 جولای شروع شده این تمرینات از اینا روزانه 2 جلسه تمرین دارن هم صبح و هم عصر و اینا تیم‌ها تمام بازیکن‌ها یک قرنطینه هستن تا زمانی که عازم تاجیکستان میشن. در رقابت های تاجیکستان دیدار های تدارکاتی در نظر گرفتن یا نه در عمان فقط خود داشتین؟ چگونه است؟ ما کوشش میکنیم در صدد هستیم که ما بازی های تدارکاتی پیش از رفتن به بازی های اصلی ما که کوالیفای راوند آسیا است عازم عمان میشیم. ما کمپ تمرینی بیرون مرزی را در نظر داریم که کوشش میکنیم که برگزار کنیم و در پلی از او مسابقه های تدارکاتی را در نظر داریم با تیم های در چقدر تغییرات در ترکیب تیم ما فعلا نسبت به سالهای پیش آمده در بازیکن های جدید؟ ما سال قبل فکر میکنم از 2 یا 3 ولایت افغانستان اشتراک داشت. در این مسابقات ما کمپ که داریم از 18 ولایت افغانستان میشه که نام بگیرم برای شما اشتراک داشته مثلا ولایت هرات، بلخ، فراه، نیمروز، قندهار، هلمند، کندز، تخار، پکتیا، فراه، میدان وردک، لغمان، ننگرهار به می شکل 18 ولایت ما دعوت به عمل آوردیم که هیچ وقت تک سابقه نبوده که ما از تمام ولایت به این شکل دعوت به عمل بیاریم و ما تانستیم که از بازیکنایی که
از ولایت در این ترکیبی که حالا ما میبینم از اکثر ولایت حضور دارن. پس حالا بازیکنان قبلی که در ترکیب بودن اونا هم کسایی ماندن یا نه؟ بله کلی تعویض شده ترکیب. بله کسایی که سابق در تیم سال اونا خسنشان بالا رفته و کسایی که تازه مثلا سال قبل در تیم زیر 18 سال ما بودن از اونا هم در تیم در ترکیبش وجود داره. بله درست. نظر به سالهای قبل با توجه به استعدادهای جدیدی که شما دعوت کردین، فکر میکنین که احتمال این سال در کفا چه نتیجه بگیریم و بعد از اون هم در آسیا؟ ما امیدوار هستیم. هر تیمی که داخل زمین میشه با یک امیدواری با یک روی بالا داخل زمین میشه که باید ما نتیجه را بر خود بگیریم. ما هم از اون جمله تیم هستیم. وقتی زمانی که داخل زمین میشیم ما نمیخوایم که مفت یا به سادگی بازی را واگذار کنیم بر تیم حریف. این ما امید داریم که یک نتیجه خوب بگیریم و در امسال در کفا یک تیم قبلا هم شما آگاه باشین که تیم ازبکستان ترکمنستان اشتراک نمیکرد. در این امسال دوره از مسابقات ترکمنستان هم اضافه شده که 6 تیم از در مجموع ما در به شکل لیگ برگزار میشه. ما 5 بازی میکنیم. ترکمنستان هم یک از تیم های بسیار خوبی داره. بله خوبه. ترکمنستان از نظر فوتبالی پیشرفت های خوبی داشته. ما یک سری اتفاقاتی در ترکیب های تیم ملی داشتیم، شاید موافق نباشین شاید هم موافق نباشین. ما از نگاه فیزیک یکم گیر میمانیم در بازی ها. بله. امسال در مورد فیزیک تیم های بخصوص تیم زیر 19 سال چه کار کردیم که دیگر در بازی ها ما دیگه کم نیاریم؟ چون هر باری که پرسیدیم بخصوص در رده تیم ملی بزرگ سالان ما که هر مربی رو آوردیم هر کسی رو گفتیم متاسفانه گلمند از این بودن که ما یک لیگ معیاری نداریم و و و موارد دیگر. اما از دیگه نگاه فیزیک امسال چه کار کردیم؟ ما تا حد امکان کوشش کردیم که سر فیزیک بازیکنان کار کنیم، چیزی که در توان ماست. ما نظر به توانایی اقتصادی خود ما بالای تیم خود زحمت خود میکشیم. نمیشه که ما او فیزیکی را که در مسابقات ضرورت داره ما اگر او فیزیک در تمرینات خود بگنجانیم و پس او را ریکاوری کرده نتانیم، تغذیه کرده نتانیم، باز او زمان تیم ما افت میکنه. با جایی که رشد کنه افت میکنه. با ما اندازه که در وجود ما امو توانایی است از نگاه اقتصادی و مسئله تغذیه ما کوشش کردیم که نسبت به سابق بهترتر ظاهر شویم. کوشش خود کردیم و تلاش داریم که از این بهترتر شود. درست. فعلا تمرینات در کابل در ورزشگاه فدراسیون فوتبال برگزار میشه؟ بله فعلا در ورزشگاه فدراسیون فوتبال برگزار میشه. امروز تمرینات ادامه. چند روز قبل تر از مسابقات ما به تاجیکستان خود رفتیم؟ ما فعلا یکی از شرکت های خصوصی که اسمش رو نمیبرم نام اونا برای ما وعده کردن اگر گپ زنا بجا با کرسی بشینه امکان دارن ما در روز پیش از مسابقات عازم تاجیکستان شه و یک کمپ تمرینی در خود تاجیکستان داشته باشیم. بسیار فوق العاده میشه. اگر این کار شه شاید تیم ما بهترتر ظاهر شه چون با محیط با هوا با غذا با همه چیز عادت میکنه و شاید ما نظر به تیم عبدالسال ما بهترتر ظاهر شیم چون با محیط آشنا میشیم. تیم شما اگر متوجه شده باشین تیم عبدالسال ما در ابتدا بسیار ضعیف ظاهر شد. زمانی که با آب و هوا و غذا و همه چیز سازگاری کرد در مقابل ایران چه خوب بازی کرد. خب این قطعی است. اینمی خود ازی برای ما بسیار روی بخش و یک گپ مهم است. مهمی است. بله. یک از انتقادهایی که ما بر تیم ملی وارد داشتم بر تیم ملی بزرگ سالان ما موضوع انجام تمرینات اردوی تمرینی تیم افغانستان قبل از مسابقات مرحله نهایی راهیابی به جاملت آسیا در ویتنام بود که شرایط آب و هوایی کاملا با هم سازگاری چندانی که باید میداشت نداشت که بسیار هم انتقاد شد. مشکل ویزا یک سری گپ هایی بود که بسیار زیاد جدی است متاسفانه برای افغانستان. امسال چطور حل کردین؟ زود یا که نه هنوز حل نشده؟ مسئله ویزا را با همکاری رهبری فدراسیون افغانستان و همکاری خود فیفا برای بازیکنان تیم ما حل است انشالله. قبلا هم حل بود. در ابتدا مشکل بود برای ما، بسیار مشکل بود که سال قبل اگر یاد شما باشد تیم 23 سال ما از سفر باز ماند کاملا که تقریبا 98% کار ما پیش رفت و 2% ما نتونستیم که از مسابقات به مسابقات برسیم و از مسابقات باز ماند. بعد از اینکه از کفا برگردن بازیکنان ما خب قطعا یک استراحت نیاز دارن که با فامیل همه باشن. بعد از اون اردوی تمرینی در کابل دارین برای آمادگی برای مسابقات عمان؟ بله تاریخ 13 بخیر اگر خواست خدا باشه ما بتانیم با یک نتیجه مطلوب دوباره به وطن برگردیم و مردم رنجیده افغانستان خوشحال بسازیم. برای مدت 3 یا 4 روز ما شاید یک
تعطیلی بر بازیکن‌ها بتیم که برن با فامیلاشون دید و دید کنن. دوباره کمپ تمرین ما تاریخ 18 آگوست دوباره در کابل آغاز میشه در فدراسیون فوتبال. یک موضوعی که جالب توجه بود همین لحظه در ذهن بود فراموشم شد میخواستم بپرسم که موضوع پشتبانی تیم های ملی ماست. حالا از این تیم استعدادهایی را مربیان مثل تیم زیر 23 سال، تیم 20 سال اینا در برخ تمرینات تیم حضور پیدا میکنن که اگر استعدادهایی را ببینن در ترکیب این تیم که انتخاب بکنن بر تیم بالاتر؟ بله بله، امروز ما در تمرینات تیم 19 سال ما تمام مربیای تیمای ردای سینی ما، تیمای بزرگ سال ما حضور به حضور میارن و میبینن بازیکنان نخبه را. حتی من چون مسئولیت تیمای ملی را دارم، برای ما یاداش دادن قبل از اینکه مثلا احمد محمود اینی بازیکنان را ما بخیر در کمپ 23 سال که ان قریب آغاز میشه ما در اوجه دعوت میکنیم بخیر. حرفی باقی مانده استاد همدرد؟ نخیر، ما فقط یگانه خواست ما از مردم و خصوصا از دولت مردان افغانستان این است که تیم ملی خود تنها نگذارن و همیشه حمایت کنن در هر حالت، چون در حالتی که ما در این شرایط دنیا که فعلا ما میبینیم و زندگی میکنیم باید ما حمایت شویم از نگاه اقتصادی، از نگاه همه چیز. خلاصه ما بسیار کم هستیم، باید ما را در زر نگاه حداقل اگر حمایت مالی کردن میدن حمایت روحی ما را بکنن، ما را انگیزه بدن، ما را تشویق کنن تا ما بتوانیم راحت کار خود بکنیم. باز ما فکر میکنیم که پشتر ما کور پر است به اصطلاح عامیانه ما شما. 100 درصد. بسیار تشکر استاد همایون همدرد، مدیر تیم های ملی ردهای سینی فوتبال. تشکر از شما. مرحبا. خیلی تشکر از همراهی شما. هم میتونید امشب این برنامه رو ساعت 11:30 از آریانا آریانا نیوز به گونه همزمان ببینید و از رادیوهای ما بشنوید. همچنان فردا ساعت 7:30 بامداد هم نشر میشه. همچنان در صورت از دست دادن برنامه در صفحه یوتیوب آریانا اسپورت قابل دریافت است. وقت ما خوش.